حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر ضرورت حفظ امنیت فضای نشر تاکید کرده است. آقای روحانی امروز در آین گشایش 28 مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت فضای نشر را باید فضای امن و آزاد قرار دهیم و البته احترام به فرهنگ دینی، چارچوب امنیت و منافع ملی، هویت اسلامی و ملی باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت اصول برای نشر کتاب باید روشن شفاف و کوتاه باشد و نظارتها نباید ای شود و نمیتوان آنچنان سختگیرانه و سوگرایانه عمل کرد که برای معلف و ناشر هر روز زحمت ورود در کوچای پرپیچ و خم ایجاد شود آقای روحانی با اشاره به مسئولیت های دولت درباره نشر گفت در زمینه نرمافزاری باید کار را سهل و سهل در کنیم تا فضای ما فضای امن و آزادی باشد اصول برای نشر هم باید شفاف روشن و کوتاه باشد اگر بنا شد نظارت ها سلیقه ای شود آن وقت چنان می شود که چاپ اول مجاز چاپ دوم ممنوع چاپ سوم مستحب خواهد شد چون سلیقه است در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران محمد نهاوندیان مسئول دفتر رئیس جمهور حسین فریدون دستیار رئیس جمهور علی جنتی وزیر ارشاد و عبدالمنعم بن منصور الحسنی وزیر اطلاع رسانی کشور عمان و جمعی از ناشران حضور داشتند آقای جنتی با اشاره به مکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران گفت این افتخار بزرگی برای اهل کتاب است که آثار خود را در مصلا که عبادتگاه است عرضه کنند اما حجم بالای ناشران شرکت کننده و کتابهای عرضه شده مناسب با این مکان نیست امیدوارم بتوانیم هرچه سریعتر نمایشگاه را به مکان مناسبتری منتقل کنیم سخنان آقای جنتی واکنشی است به درخواست ناشران که خواهان انتقال نمایشگاه کتاب تهران از مصلا به محل قبلی آن در محل نمایشگاه های بین المللی تهران هستند. آقای جنتی از آغاز بازنگری در کارکرد نمایشگاه کتاب تهران در دولت خبر داد و گفت وزارت ارشاد بازندیشی در چگونگی نمایشگاه کتاب را شروع کرده است. در این میان واگذاری بخش های از نمایشگاه ها به تشکل های نشر از جمله کارهای اولیه است. امیدوارم در سال آینده با چشم گیرتر شدن فعالیت های استان ها و اقلیت های مذهبی بتوانیم عدالت فرهنگی که یکی از اهداف مهم ما در حوزه وزارت ارشاد است را بیشتر متولور سازیم. در نمایشگاه کتاب امسال حدود 2450 ناشر داخلی در 2160 قرفه شرکت کردند. همچنین حدود 300 هزار کتاب داخلی و حدود 165 هزار عنوان کتاب خارجی در نمایشگاه عرضه می شود. 28 امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار خواندن گفتگو با جهان از تاریخ 16 تا 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود. آمریکا میگوید نیروی دریایی این کشور همراهی با کشتی های تجاری با پرچم بریتانیا که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند آغاز کرده است وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است پس از آنکه یک کشتی تجاری با پرچم بریتانیا از نیروی دریایی ایالات متحده مستقر در منطقه درخواست کرد تا این کشتی را برای عبور از تنگه هرمز همراهی کند نیروی دریایی به این درخواست پاسخ مثبت داده است نیروی دریایی آمریکا چند روز است که در واکنش به توقیف یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال در خلیج فارس و توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسکورت کشتی های باری و تجاری که با پرچم ایالات متحده در خلیج فارس و تنگه هرمز تردد می کنند را آغاز کرده است دو روز پیش حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران گفت امنیت در منطقه کاملا برقرار است و نیازی به اسکورت کشتی ها توسط نیروی دریایی آمریکا نیست این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های رسمی پنتاگون گفته که آمریکا اساسا مشکل را در رفتار ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز می‌بیند در همین حال شرکت کشتیرانی مرسک که کشتی تجاری تحت اجاره آن و خدمش همکنون در توقیف ایران قرار دارد اعلام کرده که مجددا با مقام های رسمی جمهوری اسلامی در این خصوص رایزنی کرده اما پیشرفت چندانی به دست نیامده است شرکت مرسک در توییتر خود نوشته است بهترین کاری را که بتوانیم انجام دهیم برای حل مسئله ادامه می دهیم دقدقه اصلی ما حفظ امنیت خدمه و آزادی امن کشتی است این شرکت گفته که نمایندهش با مسئولان سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و سفیر دانمارک نیز با مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کردند مرسک با تاکید بر اینکه هنوز اطلاعیه رسمی و مکتوب از سوی مقامهای ایرانی درباره توقیف کشتی و محموله آن دریافت نکرده است خواستار آزادی هرچه سریعتر این کشتی و خدمه اش شد جمهوری اسلامی میگوید که این کشتی و خدمه اش را به خاطر بدهی های شرکت مرسک به شرکت ها و نهادهای ایرانی توقیب کرده است همزمان رسانه های ایرانی اعلام کردند که ناوگروه سی و نیروی دریایی ارتش که همکنون در منطقه خلیج عدن حضور دارد به ناو و هواپیمای آمریکایی هشدار داد که از نزدیکی به ناوگروه ایرانی خودداری کنند بنابراین گزارش که واحد مرکزی خبران را منتشر کرده است، طی روز گذشته دو فروند هواپیمای گشت و شناسایی آمریکا و یک ناوشکن فاصله استاندارد 5 مایلی را با یک ناوگروه ایران رعایت نکردند، که این اقدام با هشدار ناوشکن جمهوری اسلامی البرز روبرو شد و یگان آمریکایی نیز به سرعت تغییر مسیر داد. حضور و سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران در دانشگاه امیر کبیر تهران به تشنج و جنجال کشیده شد. آقای رفسنجانی که صبح روز دوشنبه به همراه با همسرش افت مرعشی برای سخنرانی به دانشگاه امیر کبیر رفته بود در بد و ورود به این دانشگاه با دهها دانشجو که عکس هایی از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دست داشتند و علیه آقای رفسنجانی شعار میدادند مواجه شد تصاویر و گزارش های منتشر شده در خبرگزاری های مهر، فارس، ایرنا و سایت رجا نیوز حاکی از آن است که این دانشجویان با سردادن شعار و ضربه زدن به کاروان خودروهای همراه هاشمی رفسنجانی شعارهای تندی علیه او سر دادند. این دانشجویان تلاش داشتند تا با ممانعت از ورود رئیس مجلس تشخیص مسلحت نظام به دانشگاه مانع سخنرانی او نیز شوند. دانشجویانی که عکس های علی خامنه ای را در دست داشتند شعارهایی مانند مرگ بر فتنگر، فتنگر حیاکن کن دانشگاه را رها کن، کروبی اعدام باید گردند، سر دادند. گزارش های خبرگزاری مهر و سایت کلمه در عین حال از حضور تعدادی از دانشجویان اصلاح طلب و طرفدار جنبش سبز در این مراسم و شعارهای آنها به نفع شخصیت های این جریان خبر دادند. <applause> به گزارش سایت کلمه این دانشجویان شعارهایی مانند یا حسین میر حسین، پیام ما روشن حصر باید بشکنه زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر میدادند و عکسهایی از میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که همچنان در حصر قرار دارند در دست داشتند جنجال و تشنج در اطراف و درون دانشگاه امیر کبیر در حالی بود که به گزارش خبرگزاری مهر سخنرانی آقای رفسنجانی بدون حضور دانشجویان برگزار شد و تقریبا دو سوم سالن با حضور اساتید دانشگاه پر شده بود در ماهای اخیر ممانعت گروه های فشار وابسته به حکومت که اغلب آنها را لباس شخصی مینامند از سخنرانی برخی شخصیت های سیاسی مانند حسن خمینی، علی متحری و صادق زیبا کلام و تهدید آنان به عنوان نشانه ای از احیای دوباره گروه های فشار خیابانی تلقی شده است. این گروه ها که معمولا خود را با عناوینی مانند خانواده شهدا، امت حزب الله و مانند اینها معرفی می کنند سال هاست که با ایجاد جار و جنجال و بعضا حمله به افراد مانع از برگزاری سخنرانی ها و مراسم در نقاط مختلف ایران می شوند. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنان خود گفت که نباید اجازه داد کشور دچار تشتت شود و اختلاف نظرها و سلیقه ها به نزاع و درگیری تبدیل شود. همچنین خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارش خود از سخنرانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام به نقل از او نوشته که امیر کبیر ناصر الدین شاه را از تبریز به تهران آورد و وی را به قدرت رساند اما استبداد نمک نشناسی کرد و با توطعه های اطرافیان ناصر الدین شاه امیر کبیر به شهادت رسید. ناظران در رسانه ها و شبکه های اجتماعی سخنان دیروز آقای هاشمی رفسنجانی درباره برخورد با امیر کبیر را نوع گلایه از نحوه برخورد با خودش از سوی آقای خامنه ای دانستند. آقای رفسنجانی همچنین خواستار بهبود وضعیت معلمان در ایران شد و افزود متاسفانه ما مشکلاتی در کشور داریم که آنها باید حل شود. معلمان ما این روزها به خاطر اعتراض به حق خود کلاس درس را تعطیل کرده و اعتراض می کنند که البته کسی هم مزاحم آنها نیست. من تأکید می کنم معلمان باید آنقدر شاداب باشند تا شادابی را به فرزندان ما هدیه دهند. خبرگزاری ها میگویند دور کنونی مذاکرات میان ایران و پنج به علاوه یک بر سر نگارش متن توافق نهایی تا تو پنجشنبه ادامه خواهد یافت. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران با تاکید بر اینکه کار نگارش پیشنویس متن توافق جامع به گفته وی در حال پیشرفت است، اظهار امیدواری کرد که این کار در موعد مقرر پایان تیر ماه سال جاری به پایان برسد آقای عراقچی تاکید کرده است هنگامی که نگارش متن توافق به پایان برسد تاریخی برای اجرای آن تعیین می شود در آن روز همه تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران باید لغو شود معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره سخنان اخیر جان کری که گفته بود بازرسی از ایران محدود به زمان خاصی نیست و همیشگی خواهد بود نیست توضیح داد فکر نمی کنم این سخن چندان چیز عجیب و غریبی باشد این یکی از اصول اولیه انپیتی است کشورهایی که به امپیتی ملحق و بر اساس آن از انرژی سلحامیز هستهی برخوردار می شوند فعالیت های هستهی سلحامیز خود را دنبال می کنند و در مقابل بازرسی های آژانس و اعتماد سازی به آژانس را میپذیرند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفر کاری خود به سریلانکا نیز در گفتگو با کانال ده تلویزیون اسرائیل گفت توافق هسته با ایران برای ده یا 15 سال نخواهد بود بلکه توافق دائمی و ابدی است و بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به طور مرتب عملیات بازرسی را از تأسیسات هسته ایران انجام خواهند داد آقای کری همچنین گفته از تکرار می کنم توافقی را که راه ایران را برای ساخت بمب نبندد و به ما و کارشناسان بین المللی اطمینان ندهد که می توانیم از کار ایران سردر بیاوریم و از ساخت بمب اتمی توسط آنها جلوگیری کنیم امضا نمی کنم. آیا عراقچی درباره لزوم تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران هم گفت یکی از موضوعهای مذاکره پروتکل الحاقی است که اگر مجلس شورای اسلامی بپذیرد اجرایی خواهد شد این هم چیز عجیب و غریبی نیست چون بیش از 100 کشور دنیا پروتکل الحاقی را اجرا می کنند. یکی از اصول اولیه MPT این است که کشورها برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را خواهند داشت و در مقابل با یک سری ها و ها توسط آژانس موافقت می کنند تا اعتماد وجود داشته باشد. به گزارش ایرنا امروز سهشنبه نیز مذاکرات میان های ایران و اتحادیه ای اروپا به سرپرستی هلگا شمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دو سطح معاونان و کارشناسان از ساعت 9 صبح به وقت محلی در نیویورک ادامه مییابد منو بر همین گزارش مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و الگای شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پایان می‌یابد. ولی مذاکرات کارشناسی تا روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ما در نیویورک ادامه خواهد داشت قرار است دور بعدی مذاکرات هسته ای در سطح معاونان با حضور عباس عراقچی و مجید تخت روانچی و هلگای شمید از سهشنبه هفته آینده 22 اردیبهشت ماه در وین ادامه یابد. پلیس آمریکا اطلاعات تازه‌ای درباره حمله تروریستی روز یکشنبه منتشر کرده است. FBI می‌گوید هویت دو فرد کشته شده مزنون به تیراندازی در حاشیه رویدادی مربوط به کاریکاتورهای پیامبر اسلام که در گارلند تگزاس برگزار شده بود مشخص شده است بنا گزارش روزنامه واشنگتن پست یکی از این افراد التون سیمپسون سی ساله شهروندی است که به تازگی به اسلام گرویده بود پلیس فدرال آمریکا پیشتر التون سیمپسون را به زن حمایت از تروریسم تحت نظارت داشت نفر دیگر نیدر سوفی سی و ساله همخانه التون سیمپسون بود این دو مزنون که اصل یکشنبه به سوی محل برگزاری یک مسابقه کاریکاتور محمد پیامبر اسلام در گارلند تگزاس تیراندازی کرده بودند در پی تیراندازی متقابل معموران پلیس کشته شدند دو فرد شناسایی شده اهل فینیکس در ایالت آریزونا در جنوب غربی ایالات متحده بودند جسد حمله کنندگان ساعتها پس از تیراندازی در خیابان قرار داشت در این هنگام نیروهای ویژه پلیس در حال بازرسی خودروشان در جستجوی مواد منفجره احتمالی بودند در خودروی حمله کنندگان ماده انفجاری پیدا نشده است اما جوهارن سخنگوی پلیس گالند به خبرنگاران گفته است آنها حامل گلوله های بیشتری بودند و جلیقه ضد گلوله برتن داشتند یک مامور امنیتی مدرسه ای که گرد همایی مربوط به کاریکاتورها در آن برپا شده است نیز در این تیراندازی زخمی شده که در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان است روزنامه واشینگتن پست میگوید مسئولان در مورد بیان هدف مزنونان به حمله گالند محتاطانه عمل کردند اما تردید زیادی وجود ندارد که این موضوع با بنیادگرایی دینی و تحریکات علیه آزادی بیان در ارتباط است در دیماه گذشته در حمله دو مسلمان بنیادگرا که با القاعده در ارتباط بودند به نشریه فکاهی شالیابدو در پاریس دوازده نفر کشته شدند با این وجود یکی از کارکنان نشریه شالیابدو ارتباط بین رویداد تگزاس و حمله به آن نشریه را رد کرده است ژان باپتیست توره تنها بازمانده از حمله به شالیابدو در جلسه روزانه نشریه که به خاطر تأخیر از آن جان به در برد به شبکه تلویزیونی پی بی گفته است آنچه در تگزاس رخ داده بخشی از یک حرکت ضد اسلامی است در حالی که مسئله شالیابدو عبدو کاملا متفاوت بود و مربوط به یک دین خاص نبود او با اشاره به جایزه رویداد تگزاس برای ترسیم کردن کاریکاتوری از پیامبر اسلام گفته است نشریه شالیابدو مسابقه برگزار نمی کند ما فقط کار خودمان را می کنیم. نظرمان را در بالی خبرها منتشر می کنیم. وقتی خبر مربوط به محمد باشد آن وقت کاریکوتر او را می کشیم. او با اشاره به تضاد رویداد تگزاس و نشریه شالی عبدو تأکید کرده است که این نشریه با نجات پرستی مبارزه می کند. حسین علی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور ایران گفت که با استانی شدن انتخابات مجلس نمایندگان ملزم به پاسخگویی به موکلان خود نخواهند بود و ارتباط بخشی از مردم با بخشی از حاکمیت که مجلس و قوه مقننه است قطع می شود یا دست کم کاهش می آبد. آقای امیری که نماینده دولت در طرح استانی شدن انتخابات مجلس نیز محسوب می شود در مصاحبه با خبرگزاری تصنیم گفته به موجب این طرح داوطلبان حوزه های انتخابیه کوچک و افراد مستقل بایستی در شرایط سخت با داوطلبان و چهره های شاخص استان و کاندیده های مورد حمایت احزاب و گروه های سیاسی به رقابت بپردازند و عملا شانس رقابت ندارند. همزمان نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان دیروز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که مطالب برخی رسانه ها مبنی بر اینکه عده ای از طراحان طرح استانی شدن انتخابات مجلس نظر موافق شورای نگهبان را هم عکس کرده اند صحت ندارد آقای نجات الله ابراهیمیان افسود شاید ای از دستن در طرح استانی شدن انتخابات مجلس از برخی اعضای شورای نگهبان مزاجی نظرشان را پرسیدند که این موضوع اساسا نظر شورای نگهبان تلقی نمی شود و هنوز شورای نگهبان اظهار نظر رسمی خود در مورد استانی شدن انتخابات مجلس را اعلام نکرده است. مجلس ایران حدود دو هفته پیش با 149 رأی موافق 69 رای مخالف و 9 رای ممتنع کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرد در روز رایگیری برای کلیات طرح مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران گفت که دولت با اصل استانی شدن انتخابات موافق است اما تا انتخابات پیش رو وقت کافی برای تغییر در سیستم انتخاباتی کشور وجود ندارد در سال 1386 هم مجلس هفتم طرح استانی شدن انتخابات در برخی استانهای کشور را تصویب کرد اما شورای نگهبان آن را مقایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد. در آن زمان نمایندگان تصویب کرده بودند که این قانون به صورت آزمایشی در انتخابات مجلس هشتم و در استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لورستان اجرا شود و پس از آن مجلس با توجه به نتایج حاصل تصمیم گیری کند. دهمین ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز هفتم اسفند ماه سال جاری و همزمان با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود عادل الجبیر وزیر خارجه جدید عربستان گفته که ممکن کشورش موافقت کنه تا تشبس موقتی در یمن برقرار بشه تا زمینه کمک رسانی به برخی مناطق یمن فراهم بشه وزیر خارجه عربستان البته در این زمینه تاریخ مشخصی رو ارائه نکرده ولی گفته که کشورش همزمان مشغول بررسی این موضوع با دیگر کشورهای عضو اطلاف عربی هستش او گفته این آتش بس موقت در راستای قطنامه 2216 سازمان ملل متحد هست و هدفش یاری به آسیب دیدگان جنگ در یمن هستش اما در این حال هشدار داده چنانچه در مدت زمان آتش بس نیروهای انصار الله از آتش بس به وجود اومده بخوان سوء استفاده بکنن بلافاصله عربستان این آتش بس رو لغو میکنه و حملات نظامی خودش رو آغاز میکنه آنطور که عادل الجبر گفته اگر این آتش بس مورد تایید دیگر همپیمانان عربستان قرار بگیره در مناطق محدودی از یمن اجرا میشه تا یاری های انسانی سازمان ملل متحد شامل دارو و غذا در اختیار مردم قرار بگیره همزمان با اعلام آتش بس قرار هست که یک مرکز پشتیبانی هم در ریاض پایتخت عربستان تشکیل بشه که وظیفه این مرکز در واقع دریافت و ارسال کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به یمن خواهد بود در کنار این موضوعات رفت و آمدها و گفتگوهای فشرده سیاسی پیرامون یمن ادامه داره از جمله جان کری وزیر امور خارجه امریکا طبق برنامه اعلام شده قرار هست روز چهارشنبه به عربستان سفر بکنه و آخرین رویدادها و مسائل یمن رو با مقامات این کشور بررسی بکنن همزمان عربستان در روزهای آینده میزبان برخی گروه های یمنی خواهد بود قرار هسته نشستی در ریاض طرح تشکیل ارتش جدید یمن بررسی بشه این اقدام عربستان البته موجب واکنش گروه های نزدیک به انصارالله الله در یمن هم شده به نحوی که اونها هم به تکاپو افتادن تا همزمان کنفرانسی رو تحت عنوان طرح مردمی مذاکرات یمنی یمنی برگزار بکنن گفته شده هدف این مذاکرات رسیدن به یک آتش بس و نهایتا فرام کردن شرایط گفتگو میان همه گروه های یمنی هستش اما برای تلاش ها و برای ایجاد آتش بس در یمن از سوی کشورهای مختلف عربستان سعودی و کشورهای عربی منطقه همزمان طرح ایجاد نیروی مشترک عربی یا همون ناتو عربی رو هم دنبال میکنن و از این موضوع هم قافل نشدن در این ارتباط روز دوشنبه اتحادیه عرب اعلام کرده که نبیل العربی دبیرکل این اتحادیه با بانکمون دبیرکل سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کرده و بر ضرورت تشکیل این نیروی عربی تاکید کرده به واقع مقامات کشورهای عربی امیدوارند که با توجه به شرایط بحرانی منطقه این طرح با حمایت سازمان ملل هم همراه بشه فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در پی ملاقاتی که در ریاض داشتند تاکید کردند توافق نهایی اتمی با ایران نباید به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و یا تهدید همسایگان این کشور منجر شود آقای اولاند کسی که پیشتر گفته بود موزه کشورش در مذاکرات اتمی با ایران سخت خواهد بود به ریاض سفر کرده است تا با رهبران عرب منطقه در مورد مسائل خاورمیانه گفتگو کند پس از دیدار روز دوشنبه میان رهبران دو کشور ملک سلمان و فرانسوا اولان در بیانیه مشترک تاکید کردند پاریس و ریاض بر نیاز به توافقی محکم، پایدار، قابل راستی آزمایی، روشن و الزام تأکید تاکید دارند. آنها افزودند این توافق نباید ثبات و امنیت منطقه را با خطر روبرو کرده و یا به تهدید و بی‌ثباتی همسایگان ایران منجر شود. خبرگزاری رویترز میگوید رهبران دو کشور به طور مشخص در مورد نقش ایران در یمن و سوریه رایزنی کردند. ریاض و پاریس از مخالفان رژیم بشار اسد به شمار می در حالی که تهران از مهمترین متحدان دمشق است. در مورد یمن نیز اختلافات میان ایران و عربستان به طور مشهودی شدت گرفته است و مقام های دو کشور در مواردی به اظهارات و اقدام علیه یکدیگر دست زدند. فرانسوا اولاند با عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن نیز در ریاض دیدار کرده است. قرار از گفتگوهای ملک سلمان و رئیس جمهور اولاند امروز سهشنبه در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس به شکل باستری مطرح شود. جانکری وزیر خارجه آمریکا در آخرین لحظه برنامه سفر خود به ریاض و شرکت در نشست رهبران شورای هماهنگی خلیج فارس را تغییر داده است. آقای کری در تلاش برای به پایان رساندن برنامه برای گرد در کمپ دیوید است که قرار است 22 اردی بهشت ماه میان سران کشورهای حوزه خلیج فارس و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برپا شود. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش روز گذشته خود گفته است رئیس جمهوری آمریکا در دیدار پیش روی خود به رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد کوشید تا به نگرانی‌های آنان درباره توافق بر سر برنامه اتمی ایران پایان در دهد. فرانسه به تازگی قراردادی برای فروش 24 فروند جنگنده رافائل همراه موشک تولید شده برای آن و برنامه برای آموزش خلبان ها با قطر بسته است. این قرارداد ارزش مجموع صادرات صنایع نظامی فرانسه تنها در پنج ماه نخست سال 2015 را به حدود 17 میلیارد دلار میرساند. فرانسوا اولاند و حسن روحانی در فروردین ماه گذشته به طور تلفنی با یکدیگر درباره مذاکرات اتمی گفتگو کردند و رئیس جمهوری ایران از رئیس جمهوری فرانسه خواسته بود همانند سالهای 2003 تا 2005 در مذاکرات فعلی نیز نقشی فعال ایفا کند. همزمان و در خبر دیگر علی الاسیری سفیر سودی در لبنان دیروز گفت نشانه های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه یک گروه بزرگ در لبنان در تلاش برای ترور وی بوده است. آیه الاسیری تاکید کرد سازمان امنیت لبنان جزئیات بیشتر این حادثه را برای من شرح نداد اما امنیت جانی من و تمام دیپلومات های سعودی بر عهده دولت لبنان است. سفیر سعودی در بیروت در حال این اظهارات را بیان کرد که مجله اشر لبنان در گزارشی گفته است نیروهای امنیتی لبنان دو طبعی سوری و فلسطینی که قصد ترور علی الاسیری را داشتند بازداشت کرده است. در حالی که سازمان خصوصی سازی ایران میگوید که مزایده باشگاه پرسپولیس برنده نداشته است، سهامداران شرکت استیلازین به تصمیم سازمان خصوصی سازی اعتراض کردند. دو شرکت بهنام پیشرو کیش و استیلازین ایرانیان متقاضی خرید پرسپولیس بودند. علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی ایران در کنفرانس خبری که برای اعلام نتیجه مزایده باشگاه پرسپولیس برگزار شده بود گفت هیئت واگذاری با حضور وزیران امور اقتصاد و دارایی ورزش و جوانان و دادگستری تشکیل شد و مدارک متقاضیان را بررسی کرد که نتیجه نهایی آن نبود برنده در این مزایده است دو شرکت بهنام پیشرو کیش و استیلازین ایرانیان با ارائه پیشنهادهای 298 و 296 میلیارد تومانی در مزایده سوم خواستار خرید باشگاه پرسپولیس شده بودند. رئیس سازمان خصوصی سازی ایران گفته که شرکت بهنام پیشرو کیش با وجود آنکه بالاترین پیشنهاد برای خرید پرسپولیس یعنی 298 میلیارد تومان را ارائه کرده بود به دلیل عدم پرداخت پول سپرده شرکت در زمان مشخص از مزایده کنار گذاشته شد به گفته آقای پوری حسینی پیشنهاد شرکت استیلازین ایرانیان به دلیل نداشتن اهلیت رد شده است شرکت استیلازین ایرانیان به نام خود در مراجع مشکلی نداشت ولی سهامدارانی که به عنوان متقاضی معرفی شده بودند یکی از سه شرطی که باید رعایت می کردند را نتوانستند احراز کنند و متاسفانه در کمال تعصف شرکت استیلازین که تنها شرکت مراجع کننده مراعات کننده قوانین بود اهلیتش به تصویب نرسید. چهارمین مزایده واگذاری با باشگاه های استقلال و پرسپولیس قرار است روز 29 اردیبهشت برگزار شود. جعفر صبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی ایران هم در گفتگوی دیگری با خبرگزاری رسمی ایرنا گفته است که شرکت استیلازین به دلیل بدهی بانکی نتوانسته شرایط لازم برای خرید پرسپولیس را کسب کند. آقای صبحانی درباره امکان حضور شرکت استیلازین ایرانیان در مزایده چهارم باشگاه های پرسپولیس و استقلال گفت شرکت استیلازین در صورت رفع این مشکل می در مزایده چهارم سرخابی ها شرکت کند. شرکتها و متقاضیان می در مزایده چهارم قیمت های جدید را به سازمان خصوصی سازی ارائه کنند. امیر آبدینی از نزدیکان حسین هدایتی و شرکت استیلازین که کار خرید پرسپولیس را دنبال میکرد یکی از معترضان به نظر سازمان خصوصی سازی بود. او بعد از مراسم اعلام کرد که اراده برای واگذاری سرخابی ها وجود ندارد. آقای آبدینی در برنامه نود گفت که پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی اختیارات کاملی در این زمینه ندارد. آقای آبدینی گفت دو فرزند آقای هدایتی سهامدار شرکت استیلازین هستند. پدر آنها بدهکار بانکی است و سازمان خصوصی سازی اعلام کرده به خاطر مشکل پدر این سهامداران شرکت استیلازین نمیتواند در مزایده شرکت کند. آیا باید به خاطر بدهی پدر سهامداران شرکت استیلازین را زیر سوال برد؟ آیا شرکت ما نقطه سیاهی دارد؟ آبدینی درباره این که گفته می شود حسین هدایتی هم بیش از هزار میلیارد بدهی دارد گفت من به سؤال کارشناسی واقف نیستم ولی می نویسم که اگر حسین هدایتی بیش از دیویست میلیارد تومان آن هم طبق سند و قانون بدهی داشته باشد در به شرکت استیلازین را می بندیم. مگر می شود به خاطر بدهی پدر شرکت فرزندانش را زیر سؤال برد ما از کمیسیون واگذاری درخواست بازبینی مجدد را داریم این صحبت ها هم با واکنش و افشاگری میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی همراه بود وی گفت وقتی یک پدر بدهکار 98 درصد سهام شرکتش را به نام پسر و دختر 21 و 23 ساله خود می کند آیا عقل متعارف حکم نمی کند که یک جایی محل ابهام و تردید است رئیس سازمان خصوصی سازی از بازگو کردن جزئیات بیشتر خودداری کرد و درباره میزان بدهی این فرد هم گفت مجاز نیستم این مبلغ را بگویم در برنامه 90 منصور ارفانیان نماینده شرکت بهنام پیشروی کیش نیز به تصمیم سازمان خصوصی سازی اعتراض کرد